با عرض سلام، امروز علاقمند هستم که به طور خلاصه و اجمالی به یک پستی بپردازم که توسط یکی از مریدان آقای رضا تابنده دیروز منتشر شدش. البته به نظر من، نظر شخصی من این هستش که اونچه که منتشر میشه توسط حامیان آقای رضا تابنده و مریدان ایشون اساساً با تایید خود آقای رضا تابنده هستش. همونجوری که قبلا اشاره کردم، برای مثال در صفحه‌ای که نام علی صوفی رو با خودش حمل میکنه، قطعاً اون چه پست‌هایی که در اونجا قرار میگیره مورد تایید آقای رضا تابنده هستش و محتواش رو ایشون بررسی میکنن قبل از اینکه منتشر بشه. همون گونه که پست‌های زیاد دیگه‌ای توسط اعضای فرقه مولازاد پرستان، همون یقه چرکی‌های شناخته شده، منتشر میشه که قطعاً توسط آقای رضا تابنده همشون تایید میشه قبل از اینکه منتشر بشه. در این پستی که این فرد، یعنی در واقع خود آقای رضا تابنده، توسط یکی از اعضای باند مولازاد پرستا منتشر کردش، طبق مرام همیشگیشون آقای رضا تابنده تلاش به مظلوم نمایی دارن. در واقع در این پست آقای رضا تابنده تلاش میکنه که سودای قطبیت خودش رو کتمان بکنه و هوادار ایشون، مرید ایشون هم این توهم آقای رضا تابنده رو انکار میکنه. در این حالی که در همین پست این فرد مدعی میشه که هیچ ارتباطی با آقای رضا تابنده نداره و اساساً سخنگوی آقای رضا تابنده نیست. البته شما بخونید و بشنوید برعکسش رو. در اینجا اون چیزی که جالبه، آقای رضا تابنده در این پست خودش میگه که هم از داخل، از توسط افرادی از داخل و هم از خارج، نقطه و محور نوک حمله افرادی قرار گرفته. خب در همینجا آقای رضا تابنده در حین حالی که خودش رو میخواد یک قربانی جلوه بده که مظلوم هستش، خودش رو افشا میکنه و اون حالت خود بزرگ بینیش رو، که خودش رو، شخصیت خودش رو، جایگاه خودش رو در جایی تصور میکنه که میتونه مرکز و نقطه محوری قرار بگیره که بتونه مورد حمله قرار بگیره، یعنی نوک حمله ها به سوی ایشون باشه. آقای رضا تابنده، شما خودت از روز اول خودتو داخل کارهای سلسله نعمت اللهی داخل کردی، دخالت کردی، دخالت بی اجازه. روز اول شما گفتی که بیایم بریم روزه سه روزه رو بگیم. کی به شما اجازه داده بود این کارها رو بکنی؟ از کجا این اجازات رو گرفته بودی که وارد یک موضوع و بحث طریقتی شدی؟ و چجوری میتونی مظلوم نمایی بکنی؟ شما هیچ وقت مظلوم نبودی. شما خودت، ما از روز پیش، از دفعات پیش اشاره کردم، در کل دو گروه هستند. یک سری درویش نعمت اللهی گنابادی، پیروان حقیقی حضرت آقای مجذوب علی شاه، که بر به پیروی از تعالیم ایشون، فرامین ایشون، اشارات ایشون تلاش میکنن که ارزش های تصوف رو و عرفان حقیقی رو حفظ بکنن. اینها در یک طرف ترازو قرار دارن. در جبهه مقابل موریانه هایی هستند که دوستان و یاران مریدان شما هستند، که توسط حکومت ساپورت میشن، به گفته به لسان مبارک حضرت آقای مجذوب علی شاه نفوذ کردن در سلسله گنابادی و از درون میخوان سلسله گنابادی رو متلاشی بکنن و این رو صاحب بشن و همون ارزش های حکومتی و فالانجی خودشون رو به نام سلسله گنابادی به جامعه تحمیل بکنن و ارائه بدن. شما آقای رضا تابنده از روز اول از حامیان حبس و حصر حضرت آقای
مجذوب علی شاه بودیم. پس مظلوم نیستیم. شما حبس و حضرت آقای مجذوب علی شاه رو کتمان میکردی. شما با هر کسی که تلاش میکرد حبس و حصر حضرت آقای رو از میون برداره رو در مقابلش در میومدی، یا خودت مستقیم یا از طریق همون پروکسی هایی که داشتی که همین یقه چرکی های فرقه مولا زاده پرستان هستند که امروز با چهره هاشون و هویت هاشون آشنا شدیم. شما همون کسی هستی که درابیش با خلوص رو که رفتن زحمت کشیدن، جون خودشون رو کف دست گذاشتن برای دفاع از پیرشون، متهم کردی به آشوب و مقصر دونستشون. شما از دراویش براءت جستین، مثل دیگر یاران موریانتون در درون سلسله گنابادی. شما از سلاس براءت جستین، تقاضای قصاص باسش کردین. همه این کارها رو واسه چی کردین؟ اگر برای سودای قطبیت نبوده، پس سودای حکومت و منصب و مال واسه‌تون باید باشه. یکی از این دوتاست دیگه، یا شاید هم هر دوش با هم دیگه، برای اینکه مکمل هم دیگه هستن با اون سیستمی که فعلا حاکم هستش. به هر صورت مظلوم نیستین و تلاش به مظلوم نمایی هم نکنید. بیگناه هم نیستید. شما یکی از مروجان ضد ارزش‌های تصوف هستید به اسم تصوف. نمونه‌های بارزش رو در پشت ویترین تبلیغاتی مؤسسه فالانش‌های مذهبی، همون کتابخانه تصوف و عرفان هستش، رو دیدیم و نمونه آوردیم با سند و مدرک. پس هم اون آقایی که اون مطلب رو منتشر کرده در ارتباط مستقیم با شما هستش، همونی که اون چیزایی که اون میگه حرف شما هستش، همون مثل همون چیزهایی که توی صفحه علی صوفی و دیگران هستش، و همینی که شما سودای قطبیت رو داری. این نیست که برای تبلیغ بکنن یا نکنن. اینهایی که یقه چرکی هستن مبلغین شما هستن و شما سودای قطبیت خودت رو نمیتونی کتمان بکنی. برای اینکه حرفی نزده باشم بدون سند و مدرک، در اینجا یک بخشی از گفتگوهای آقای رضا تابنده رو که در یکی از طریق پست‌های نمیدونم اینستاگرامی یا تلگرامی بوده رو براتون رشون میدم، توجه بفرمایید. که فردی به آقای رضا تابنده مینویسه در مورد اینی که یاری میخواد برای اینکه ایشون رو، این آقا رو، آقای رضا تابنده راهنمایی بکنه در مورد پست هایی که میذاره، و این شخص ابراز کمی سوال واسش به وجود اومده در مورد پست هایی که یاد یار میذاره و آقای آریا سیروس، و تاییدیش رو از آقای رضا تابنده میطلبه. و اتفاقا آقای رضا تابنده در همینجا اعتراف میکنه به اون شخص، اول از همه که این صحبت ها جای دیگه درج نکنه، و در مرحله دوم ارتباط خودشو با آریا سیروس آقای رضا تابنده بیان میکنه. یعنی پس آقای آریا سیروس دروغ میگه. البته ما که میدونیم که دروغ قوه حرفه‌ایه، ولی شما چرا آقای رضا تابنده چند مرتبه دست شما رو، مچ شما رو باید بگیریم در حین دروغ گفتن و تظاهر کردن؟ یه مرد که ستون فقرات داره حرفشو میزنه، مستقیم حرفشو میزنه. حالا اگر حرفی داری تو دلت، خب بیا خودت بزن، چرا اینو اونو میندازی توی میدون؟ ما که داریم با تو مستقیم حرف میزنیم. مردونگی هم بد چیزی نیست، راستگویی هم بد چیزی نیست. با تشکر.